فرزانه هفت سال می شود که در کابل آرایشگاه دارد. اکنون با تصمیم تازه طالبان مبنی بر بسته کردن آرایشگاه های زنانه نگران آینده خود و دیگر زنان آرایشگر است. به گفته ای او بیشتر زنانه که در آرایشگاه ها کار می کنند ناناور فامل هایشان هستند. اگر بسته شود واقعا یک بحران است برای قشری که قشر ضعیف گفته میشه اکثریت کارمندا شاید آرایشگرا صاحبای آرشگاه ها وضعیت مالی نچندان بدی نداشته باشن وضعیت چون بهتر باشه ولی اکثریت کارمندا قشر ضعیف هستن قشن هستن که پدر شوهر برادر بیکار است وضعیت کلونی ما جوریه که مرد اکثریت بیکار هستن. فرزانه میگوید که دخترانی که در آرشگاه ها کار میکنند با بسته شدن درب آرایشگاه ها یا به ازدواج اجباری تن می دهند یا هم مجبور می شوند تا به یکی از کشورهای همسایه مهاجر شوند. سال زنده که اکثریت کارمنده خودم، شاگرده خودم، تصمیم بری دارند که اگه آرشگاه بسته شود پدرشان برشان گفته که حتما اگر آرشگاه بسته شود باید ازدواج کنیم. اون هم ازدواج که اصلا باب میلشان نیست. کسی است که شاید به خاطر که مشکل مشکل نفقه و مشکل مالی دارن میگن که ازدواج کو که از لحاظ مالی یک کمی اسپانسر شد و وضعیت حد خراب خواهد شد چون تنها موضوع نیست یکی از کارمندایم تصمیم برفتن از اینجا دارن که میگن ما اگه اینجا کار نباشه چون ناناور مست و مجبور یا برو این در حالی است که در سراسر کشور تقریبا حدود 12000 هزار آرایشگاه فعالیت دارند که از میان آن بیشتر از 3700 آرایشگاه در کابل فعالیت دارد. چندی پیش وزارت امر به معروف طالبان در فرمان دستور داده است که آرایشگاه های زنانه باید فعالیت هایشان را متوقف کنند. زنان آرایشگر پس از شنیدن این فرمان دست به اعتراض زدند که از سوی طالبان به خشونت کشانیده شد.